سر خط خبرها. آزمایش موفق یک واکسن دیگر کرونا، این بار در بریتانیا. محصول دانشگاه آکسفورد ارزان‌تر و حمل و نقلش آسان‌تر است. گردهمایی مجازی نمایندگان 70 کشور در ژنو برای بررسی کمک به افغانستان. سازمان ملل نگران کاهش مشارکت است. گزارش سفر غیرمنتظره نخست وزیر اسرائیل به عربستان در رسانه‌های اسرائیلی. وزیر خارجه سعودی دیدار نتانیاهو و بن سلمان را تکذیب کرد. و تعویق حراج بزرگ آخرین جمعه نوامبر در فرانسه با هدف کمک به فروشگاه‌های آسیب دیده از کرونا. شرکت آمازون با فشار دولت از دادن تخفیف ویژه صرف نظر کرد. سلام بر شما، عصرتون بخیر. پس از انجام آزمایش‌های گسترده مشخص شده که یک واکسن دیگر هم نتایج امیدوارکننده‌ای در مقابله با ویروس کرونا نشان داده. واکسن ساخت شرکت آسترازنیکا با همکاری دانشگاه آکسفورد بشر را به مهار فراگیری کرونا یک قدم نزدیک‌تر می‌کند. دانشگاه آکسفورد می‌گوید این واکسن تا 90% مانع ابتلا به کرونا می‌شود. پیشتر نتایج دو واکسن دیگر هم منتشر شده بود. این واکسن‌ها که ساخت شرکت‌های آمریکایی فایزر و مدرنا هستند، در مراحل آزمایشی بیش از 90% کارایی داشتند. با این حال، واکسن دانشگاه آکسفورد بسیار ارزان‌تر و نگهداری از آن ساده‌تر است. باران عباسی گزارش می‌دهد. تزریق دوز دیگری از امید به جهانی دگرگون شده با بیماری. نتایج اولیه واکسن ساخت شرکت آسترازنیکا با همکاری دانشگاه آکسفورد. آزمایش در ابعاد وسیع روی انسان‌ها نشان می‌دهد این واکسن 70% از ابتلا به کرونا جلوگیری می‌کند. اما تاثیر آن در افرادی که ابتدا نیم دوز و در مرحله دوم یک دوز کامل دریافت کردند تا 90% افزایش یافته. ما خیلی هیجان زده ایم چون این واکسن در کاهش میزان سرایت و انتقال بیماری و کاهش شمار بیمارانی که نیاز به بسترین شدن در بیمارستان دارن کاملا موثره. یکی از مزایای این واکسن اینه که تولیدش در ابعاد زیاد امکان پذیره و توزیعش در سراسر جهان راحته. دولت بریتانیا 100 میلیون دوز از این واکسن را پیش خرید کرده و امیدوار است که بتواند 50 میلیون نفر را ایمن کند. خبر خیلی خوبیه. امیدواریم بتونیم از ماه آینده ارائه این واکسن را شروع کنیم. طرح واکسینه کردن در ابعاد وسیع بهار سال آینده اجرا میشه و امیدواریم که بعد از عید پاک وضعیت زندگی به حالت عادی برگرده. در روزهای گذشته نتایج آزمایش دو واکسن دیگر کرونا هم منتشر شده. ساخت شرکت‌های آمریکایی فایزر و مدرنا. دریافت دو دوز از این واکسن‌ها 95% از ابتلا به بیماری جلوگیری می‌کند. با این حال واکسن دانشگاه آکسفورد بسیار ارزان‌تر است و نگهداری از آن آسان‌تر. پزشکان میگویند نباید با مقایسه نتایج اولیه نسبت به تاثیرگذاری واکسن سوم تردید کرد. ما در رقابت با واکسن‌های دیگه نیستیم. ما به همه این واکسن‌ها در ابعاد بالا و در اسرع وقت احتیاج داریم تا بتونیم از افراد آسیب‌پذیر محافظت کنیم و زندگی رو به شکل گذشته برگردونیم. نتایج واکسن آکسفورد به هیچ وجه ناامید کننده نیست. 70% میزان تاثیرگذاری خیلی بالاییه و بسیار بهتر از واکسن آنفولانزا است. نکته دیگه این که باید صبر کنیم تا اطلاعات کامل درباره همه این واکسن ها منتشر بشه تا بعد بتونیم معنی این اعداد و ارقام رو بهتر بفهمیم. در آمریکا با افزایش نگران کننده شمار قربانیان، بیش از 260 هزار جان باخته و 12 میلیون مبتلا، مقام ها در انتظار تایید نهایی دو واکسن فایزر و مدرنا. انتظار می رود اولین آمریکایی ها تا 3 هفته دیگر واکسینه شوند.
دومین مرحله تایید اضطراری واکسن طی شده. کمیته مشورتی روش‌های ایمنسازی پیشنهادهایش را درباره اینکه چه کسی برای دریافت واکسن اولویت داره مطرح می‌کنند. ظرف 24 ساعت از زمان تایید نهایی واکسن در ایالت‌ها توزیع خواهد شد. هدف ایجاد ایمنی دست جمعی با واکسینه کردن 70% از جمعیت است. هدفی که رسیدن به آن آسان نیست. یکی از موانع بی‌اعتمادی بعضی از شهروندان نسبت به ایمنی واکسن‌های کرونا است. چالش دیگر تولید و رساندن این واکسن‌ها به میلیاردها نفر در سراسر جهان است. همه نشانه ای از اینکه کریسمس امسال مثل هر سال نخواهد بود. فرشتگان به خیابان‌های لندن بازگشتند. اما تا بازگشت حال و هوای روزهای جشن و تماشا دست کم چند ماهی وقت باقی مانده. باران عباسی، بی بی سی. فرین کمانگر، پزشک و اپیدمیولوژیست از بالتیمور آمریکا با ماست. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که واکسن آکسفورد چه ویژگی هایی داره؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. این خبر بسیار خوبی است که یک واکسن سوم ظرف چند هفته گذشته نشون داده شده که موثره. قبلا شاید 10 سال طول می‌کشید تا یک واکسن برای بیماری تولید بشه. الان خوشبختانه ظرف 10 ماه 3 تا واکسن مؤثر پیدا شده که واقعا خبر بزرگی است. تفاوتی که واکسن آکسفورد آسترازنکا با دوتای دیگه داره این استش که اون دوتای دیگه بر اساس mRNA بودن. RNA خیلی نگهداریش مشکل، زود خراب میشه. بنابراین واکسن فایزر رو باید در منهای 70 درجه نگهدارن و واکسن مدرنا رو باید در منهای 20 درجه در یک فریزر معمولی نگهدارن. فقط 1-2 روز میتونه توی یخچال بمونه. در حالی که واکسنی که آسترازنکا و آکسفورد ساختن بر اساس DNA هستش. این DNA رو گذاشتن در داخل DNA یه ویروس دیگه که آدنو ویروس هستش، یه ویروس سرماخوردگی که از میمون شامپانزه گرفتن و این خیلی نگهداریش آسون‌تره. در 4 درجه سانتیگراد در یخچال معمولی میشه نگهداری بشه. بنابراین به آسونی میتونه به اقصی نقاط جهان بره و بدون مشکل زیاد. حسن دومی که این واکسن داره نسبت به واکسن‌های قبلی اینی که خیلی ارزون‌تر هستش. این واکسن 5 برابر از واکسن فایزر ارزون‌تره و 8 برابر از واکسن مدرنا ارزون‌تره. حسن دیگه‌اش این هستش که تولید انبوهش بسیار ساده‌تره. ولی اشکالی که تا الان ملاحظه شده نسبت به 2 واکسن دیگه این هستش که این تا الان 70% نشون داده شده فایده داره، اون دو تای دیگه 95%. عدد 75% هم عدد خیلی خوبی است. برای اینکه به استحضار بینندگان شما برسونم، 70% اینطوری محاسبه شده که در گروهی که واکسن گرفتن تقریبا 100 نفر بیماری گرفتن. در گروهی که واکسن نگرفتن و واکسن نما گرفتن، اونا حدودا 30 نفر گرفتن. تفاوت 30 و 100 رو در نظر بگیرید، تقسیم به 100 بکنید، 70% این مؤثر بودید که هنوز هم از واکسن آنفولانزا بهتره و دانشمندانی که دارن روی این قضیه کار میکنن امیدوارن که بتونن با یک مقداری تغییر دوز این رو به 90% هم برسونن. اگر برسونن فوق‌العاده است، چون ما یک واکسنی داریم که 90% مفیده، در این حال ارزونه، در این حال تولید انبوهش خوبه و در این حال حمل و نقلش به اقصی نقاط جهان آسون است. متشکرم دکتر فرین کمانگر، اپیدمیولوژیست. وزارت بهداشت ایران از شناسایی نزدیک به 12500 نفر مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده و گفته در این مدت دست کم 453 نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. هرچند مدتی است که مقام‌های ارشد این وزارتخانه هم اذعان می‌کنند شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. در حال حاضر به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران بسیاری از اماکن تعطیل شده و محدودیت‌هایی هم برای رفت و آمد وضع شده. برابر گزارش ها از ایران، ماموران امنیتی دیروز به طور همزمان به خانه های دست کم 20 شهروند بهایی در شهرهای مختلف یورش بردند و در جریان تفتیش و بازرسی هایشان وسایل شخصی آنها را هم توقیف کردند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان از لندن با ماست. خانم ثابتی، چه جزئیات بیشتری می دونیم درباره این حملات؟
بله، همطور که شما اشاره کردید، این حمله یک به حالت سیستماتیک بوده و در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، کرمان، شاهینشهر و بهارستان وقوع پیدا کرده و به بیش از 20 خانواده بهایی در خانواده ها حمله کردند و وسایل اونها رو مصادره کردند. این در حال به نظر میاد که دولت ایران ادامه عملیاتی رو داره ادامه میده که در زمان وقوع بحران بهداشتی کرونا در چند ماه پیش شروع شده و سازمان جهانی بهایی چند بیانیه انتشار کردند که در اون صحبت از این کردند که تعدادی از زیادی از بهاییان در شهرهای مختلف مورد هدف و حمله قرار گرفتن و همه جور عملیاتی و اقداماتی بر علیه جامعه بهایی شده. فکر میکنید که علت اینکه این بار به این شکل گسترده سازمان یافته و در این مقطع زمانی اتفاق میفته چی میتونه باشه؟ ببینید، سازمان عفو بین‌الملل و بقیه سازمان‌های حقوق بشری یک گزارش تهیه کردن که کشورهایی که مکررن ناقض میثاق حقوق بشر هستند و حق و حقوق اقلیت‌ها رو رعایت نمی‌کنن در کشورشون دارن از این موقعیت، از این بحران استفاده می‌کنن که بیشتر بر روی اقلیت‌ها فشار بیارن و اونها رو تضعیف بکنن و این امتداد در حقیقت عملیات سیستماتیک دولت ایران هست. اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که اشخاص بهایی مسن آسیب پذیر رو به اونها زندان‌های طولانی دارن، بعد اشخاصی بودن که خانواده‌ای بودن که زن و شوهر رو محکوم کردن و دخترشون سرطان داشته. اینها همه نشان دهنده این هستش که در این شرایط میخوان جامعه بهایی رو بیشتر و بیشتر تضعیف بکنن و چون افکار و انظار بین المللی مشغول و درگیر مشکلات خودشون هستن، این در حقیقت یک موقعیت مناسبی برای پیشبرد اهدافشون هست. متشکرم. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی. نشست ژنو برای کمک به افغانستان با تاکید بر لزوم آتش‌بس در جنگ افغانستان امروز آغاز شد. این نشست به دلیل بحران کرونا بیشتر به صورت مجازی برگزار می‌شود. کابل انتظار دارد که جامعه جهانی به تعهدات قبلیش در زمینه کمک به افغانستان عمل کند. طالبان هم با استقبال از برگزاری این کنفرانس از جامعه جهانی خواسته که با هماهنگی این گروه کمک‌هایشان را توزیع کنند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. هیئت دولت افغانستان به مقر سازمان ملل متحد در ژنو آمده و امیدوار است که در گفتگوی حضوری و مجازی با نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی دست پر به خانه برگردد. میزبانی مشترک این کنفرانس بر عهده افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد است و قرار است که شرکت کنندگان تعهدات مالی خود را برای 4 سال آینده افغانستان اعلام کنند. With the first side event of sustainable peace building. پروسه صلح جاری در قطر بین دولت و طالبان و حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر از موضوعات اصلی سخنرانان امروز بوده. مهمترین موارد این ارزش‌ها و دستاوردها تعهد دولت و جامعه ما به حقوق بشر، حقوق زنان، حاکمیت قانون و حکومتداری خوب، بازگشت داوطلبانه مهاجرین و ادغام جنگجویان سابق است که عوامل کلیدی در صلح پایدار می باشد. خیلی مهم است که پروسه صلح فراگیر باشد. همه اقشار جامعه باید جایگاهی در آینده کشور داشته باشند. مشخصا صدای زنان باید شنیده شود. همچنین صدای اقلیت‌ها، کودکان، مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و قربانیان جنگ. تأمین صلح پایدار، روش‌های سازمانی و اجتماعی برای مبارزه با فساد و اولویت‌های اقتصادی و مؤثریت کمک‌ها عناوین موضوعات صحبت‌های روز اول بوده. موضوعات اصلی فردا مطرح می‌شود. سطح کمک‌های جامعه جهانی و خواسته‌هایش و دفاع دولت افغانستان از عملکردش و همچنین درخواست مصرف بیشتر کمک‌های جامعه جهانی از طریق بودجه افغانستان.
سالهای گذشته تعهد ما با کمک کنندگان این بود که 50% کمک ها از طریق بودجه افغانستان مصرف شود. اما پیشنهاد ما در این کنفرانس این است که 60-70% کمک ها از طریق بودجه افغانستان مصرف شود. چرا که به اندازه کافی اصلاحات صورت گرفته. دو سال پیش در همین شهر جنوا نمایندگان دولت افغانستان درباره کمک بیش از 15 میلیارد دلاری جامعه جهانی گزارش دادند، کمکی که در سال 2016 و در کنفرانس بروکسل وعده داده شده بود. برای جامعه جهانی این نشست ها فرصتی است که تعهدات دولت افغانستان در قبال حمایت از جامعه بین المللی را ارزیابی کنند. دولت میگوید توانسته است که بخش عمده ای از خواسته های جامعه جهانی را عملی کند. ما تعهدات نشست قبلی جنوا را تقریبا 90% عملی کرده ایم. بقیه را هم عملی می کنیم. با آمادگی کامل اینجا آمده ایم و امیدوار هستیم که همکاران بین المللی ما مثل گذشته خوب همکاری کنند. از دید کارشناسان اما دولت نتوانسته است آنطور که باید به ویژه در قبال مبارزه با فساد اداری عمل کند. باید گفت که شاخص هایی که وضعیت را نشان میده شاخص ها خیلی ناگوار هست. برای مثال فقر از 34% به 54% در 2017 افزایش یافته و همینطور بر اساس برآوردهای بانک جهانی ممکن است این سال به بیش از 70% در واقع افزایش پیدا بکنه و خود دولت حتی از افزایش 90% صحبت میکند. دولت از عملکردش هرچه باشد دیدگاه بسیاری از مردم اما چندان نزدیک به آن نیست. نزدیک به 99% پاسخ دهندگان نظرسنجی مجتمع جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که فساد اداری در ادارات دولتی وجود دارد و نزدیک به 72% گفتند که تجربه از فساد اداری داشتند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. پس از شرکت‌های آمریکایی فایزر و مدرنا، دانشگاه آکسفورد بریتانیا هم از موفقیت در آزمایش واکسن کرونا خبر می‌دهد. همزمان با گردهمایی مجازی نمایندگان حدود 70 کشور در شهر ژنو سوئیس برای بررسی کمک به افغانستان، سازمان ملل نگران کاهش کمک‌های خارجی به این کشور است. در ادامه این برنامه، حذف تخفیف ویژه آخرین جمعه نوامبر توسط شرکت آمازون برای کمک به فروشگاه‌های آسیب دیده از کرونا در فرانسه. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرده. این خبر را منابع رسمی تایید نکردند، اما یکی از وزرای کابینه اسرائیل گفته که او از طریق وزارت خارجه از ماجرا باخبر شده. در صورت صحت این خبر، آقای نتانیاهو اولین رهبر اسرائیلی است که به عربستان سفر کرده. این در حالی است که وزیر خارجه عربستان در توییتر خبر این دیدار را تکذیب کرده و گفته در جریان سفر اخیر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به عربستان هیچ مقام اسرائیلی حضور نداشته. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، تناقض هست بین خبرهای رسانه‌های اسرائیلی و گفته وزیر خارجه عربستان. فکر می‌کنید که کدام یک دارن حقیقت رو میگن؟ بله، با عرض سلام و شالوم. ببینید، چند مقام عربستانی به روزنامه وال استریت جورنال تایید کردن که آقای نتانیاهو اخیراً در عربستان بوده. به نظر من به احتمال زیاد این خبر صحت داره و آقای نتانیاهو به خاطر به خصوص نگرانی اینکه شاید آقای بایدن بخواد بدون هیچ شرط برگرده به برجام، تصمیم گرفته که به عربستان بره و با علنی کردن این خبر به نظر میاد که اسرائیل و عربستان میخوان به هم به آقای بایدن و هم به جمهوری اسلامی این پیغام رو بفرستن که موضعشون هرچه اونها بیشتر احساس بکنن که در خطر هستن، موضع بین اسرائیل و عربستان و همکاری بین این دو کشور نزدیکتر خواهد بود.
به نظر من، البته این فقط نظر من هستش، این دفعه اولی نیستش که آقای نتانیاهو یک مقام اسرائیلی در عربستان بوده. به احتمال زیاد خیلی تا حالا چندین بار اتفاق افتاده، به احتمال زیاد و اون رو اولی علنی نکرد. فکر میکنید در روزهای باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه دو کشور میتونن چه کار بکنن که در آینده و در زمان ریاست جمهوری آقای بایدن بتونن تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای بدن؟ خب همونطور که آقای پومپئو، ببینید به نظر میاد که آقای پومپئو کارزار انتخاباتی خودش رو شروع کرده، چون الان میبینیم که برای انتخابات 2024 چون الان میبینیم که شدیداً تحریمات رو الان دارن علیه جمهوری اسلامی ادامه میدن به دولت ترامپ. چند دلیل هستش. یکی همونطور که عرض کردم به خاطر آقای پومپئو هستش و امید ایشون به احتمال زیاد برای شرکت در انتخابات آینده، و ایشون میخواد اسرائیل رو، احزاب که طرفدار اسرائیل هستن در آمریکا رو جلب بکنه. و یک دلیل دیگه هم این هستش که خب ببینید الان در اسرائیل الان این واقعا نگرانی وجود داره که همونطور که عرض کردم آقای بایدن شاید بخواد برگرده به برجام. پس الان آقای نتانیاهو و عربستان تنها امیدی که داشتن این بود که آقای ترامپ تحریما رو افزایش بده که آقای بایدن بتونه از اونها استفاده بکنه برای به عنوان یک اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی. و بیشتر از این اسرائیل و عربستان کار دیگری نمیتونن بکنن. باعثی ببینیم که آقای بایدن چه کاری خواهد کرد. آیا ایشون به برجام بدون هیچ شرط برخواهد گشت، یا اینکه از این تحریمات استفاده خواهد کرد برای رسیدن به یک توافق جدید که این امید و هدف اسرائیل و عربستان هستش. متشکرم از شما مهر جاودانفر. شبه نظامیان حوثی یمن میگویند که در حمله موشکی به تأسیسات نفتی عربستان در شهر جده به آن آسیب رساندند. مقام‌های عربستان هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند، اما تصاویری که میبینید نشون میده از که در محل تأسیسات شرکت آرامکو دود بلند شده. حوثی‌ها پیشتر هم بارها به عربستان سعودی حمله موشکی و پهپادی کردند. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، قصد دارد آنتونی بلینکن را به سمت وزیر خارجه منصوب کند. او قائم مقام وزیر خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما بود، چهره‌ای که در مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران هم نقش داشت و منتقد تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق برجام به شمار می‌رفت. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، در دادگاهی در پاریس حاضر شد. او به تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی در ارتباط با پرونده کمک مالی به ستاد انتخاباتیش در سال 2007 متهم است. آقای سارکوزی این اتهام را رد کرده. دادگاه حکم داده که شنود تلفنی مکالمات آقای سارکوزی و وکیلش در ارتباط با این اتهامات میتواند به عنوان سند در دادگاه مطرح شود. سه نفر از رهبران اعتراضات هنگ کنگ در زندان می‌مانند. آنها در دادگاهی به هدایت معترضان برای محاصره مراکز پلیس در سال گذشته اعتراف کردند. این سه نفر که از زندان برای محاکمه آورده شدند به زندان بازگردانده شدند. آنها هر یک ممکن است به 3 سال زندان محکوم شوند. سازمان ملل متحد خواستار حفاظت از بیش از 500,000 غیر نظامی گرفتار در شهر مکله اتیوپی شده، جایی که ارتش میگوید مصمم است تا آن را از دولت محلی در منطقه تیگاری پس بگیرد. هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در امور اتیوپی گفته که مدارس، مراکز بهداشتی و سیستم آبرسانی باید از هر گونه تعرض مصون بماند. ارتش اتیوپی که میخواهد مکله را با تانک‌هایش محاصره کند و به غیر نظامیان در مورد آتش‌باری تانک‌ها هشدار داده. آمازون، شرکت عظیم فروش آنلاین، پذیرفته که بلک فرایدی یا حراج آخرین جمعه ماه نوامبر رو در فرانسه به تعویق بندازه. دلیلش فشار دولت فرانسه بوده. فروشگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در فرانسه تعطیل شدند. دولت برای حمایت از این مغازه‌ها از فروشگاه‌های آنلاین خواسته تا تخفیف‌های ویژه برای بلک فرایدی امسال رو در نظر نگیرند. لوسی ویلیامسون از پاریس گزارش می‌دهد.
رهگذران همیشه در شکسپیر و شرکا با روی باز پذیرفته می شوند. کتاب فروشی انگلیسی زبان مشهور که معمولاً کتاب های چند نویسنده الهام بخش را در دل قفسه هایش جا داده. در ماه مارس شیوع کرونا آنها را وادار کرد تا کتاب ها را جمع کنند. به موازات آن 80% آیدی فروشگاه کم شد. این کتاب فروشی هم مانند خیلی های دیگر حالا به سمت فروش آنلاین رفته. یه فرایند طولانیه. تغییرات زیادی باید میدادیم. مثل مهر کردن کتاب ها، گذاشتن نشانگر لای کتاب ها یا حتی استفاده از خوشبو کننده. به طور قطع مثل آمازون نیست، اما به آنها کمک میکند تا سر پا بمانند. قبل از کرونا ما روزانه 10 تا فروش آنلاین داشتیم. اخیراً 7000 تا داشتیم. داریم تلاش میکنیم راهی برای اونها پیدا کنیم. بیشتر شبیه مدیریت یک شرکت کارآفرینیه. رقابت برای فروش آنلاین. در حالی که فروشگاه‌های کتاب برای بقا تلاش می‌کنند، فروش آمازون در دوران قرنطینه و محدودیت‌ها 40-50% رشد کرد. وزیر فرهنگ و شهردار پاریس از جمله کسانی هستند که از مردم می‌خواهند از آمازون خرید نکنند. رئیس شعبه آمازون در فرانسه می‌گوید سوء تفاهم شده. 1% از خرده فروشی در فرانسه به آمازون تعلق داره. آمازون به ده‌ها هزار شرکت این فرصت رو میده که محصولاتشون رو بفروشند. این چیزیه که ما هستیم. ما اونطور که مردم توصیف میکنند بخیل نیستیم. از زمان شیوع کرونا بعضی از کارگرای فرانسوی آمازون رو ترک کردند. اعتراضهایی علیه فروشگاه‌های عمده جدید را افتاد و از ماه آینده مالیات‌های تازه بر شرکت‌های دیجیتال بسته میشه. برای اقتصاد فرانسه این چیزی فراتر از درآمدزاییه. درباره اینه که به چه چیزهایی باید بها داد و از چه چیزهایی باید حمایت کرد. فرانسه دیر به استقبال تجارت آنلاین رفت. وقتی که محدودیت ها شروع شد، خیلی از فروشگاه ها وبسایتی نداشتند. این تو خون و ژن ماست که از ضعیف‌ترها حمایت کنیم. وقتی پلتفرم دیجیتال از راه میرسه و در کسب و کاری تخته میشه، ما از اون کسب و کار کوچیک حمایت میکنیم. شاید هم بعضی وقتها زیاده روی میکنیم. مشتری های سیلویا شدیداً وفادارند. اما تقریبا هر کسی در اینجا مشتری آمازون هم هست. یک مشتری میگوید سریع‌تر است و سرویس دهی بهتری دارد. سیلویا میگوید نوشتن یک کتاب طول میکشد. انتشارش وقت گیر است، خواندنش زمان میبرد. شاید پذیرفته باشد که ما هم کمی کندتر از همیشه باشیم. لوسی ویلیامسون، بی بی سی نیوز، پاریس. ما همیشه میتونید به صفحه وبسایت ما سر بزنید، bbcpersian.com، برای خوندن آخرین خبرها و تحلیل‌های خبرنگاران بی بی سی فارسی. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت بی بی سی فارسی ببینید. صفحه اینستاگرام، تلگرام و توییتر بی بی سی فارسی رو هم توصیه می‌کنم دنبال کنید که از آخرین خبرها عقب نمونید. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی.